سلام جمعه 22 شهریور 98 13 سپتامبر 2019 میلادی دادگاه استیناف کانادا در جولای 2017 رأی دادگاه بدوی این کشور رو تایید کرده بود که یک و هفت دهم میلیارد دلار خسارتی رو که یک دادگاه امریکایی صادر کرده بود به نفع خانواده های قربانیان عملیات تروریستی جمهوری اسلامی و وابستگانش مثل حزب الله پرداخت بشه عمدتا خانواده های تفنگداران دریایی امریکا در بیروت که با انفجارهایی که اماد مغنیه مجری اون بود و به نیروی قدس سپاه وصل بودند به دست حزب الله لبنان انجام شده بود این رای به هر حال از سوی دولت کانادا بعد از یک سال شروع به اجرا شده و در اولین قدم هم 28 میلیون دلار از ساختمان هایی که به جمهوری اسلامی تعلق داره در اتاوا و تورنتو به فروش رفته تا به خانواده های این قربانیان اختصاص داده بشه احکام دیگری هم در دادگاه های امریکا به نفع خانواده های قربانیان عملیات تروریستی صادر شده که بزرگترین اونها 6 میلیارد دلار حکم قاضی دنیلز در دادگاه جنوبی فدرال نیویورک که به نفع 300 نفر از شاکیانی که خانواده های قربانیان 11 سپتامبر هستند صادر شده اصولا وقتی که سازمانهای های تروریستی مثل حزب الله یا القاعده یا دیگران کارهای تروریستی می چون دولتی نیستند جایی نیستند طبیعتا کسی نمی تونه از اونها چیزی بگیره ولی وقتی که ارتباط اونها با نیروی قدس سپاه و حکومت ایران در دادگاه ها ارائه میشه چون در اون سوش یک حکومت قرار داره اون وقت قضات رأی میدن که به نفع خانواده های قربانیان از دولت جمهوری اسلامی باید پول گرفته بشه چون ایران در امریکا اموالی نداره و تنها محل سفارت و اقامتگاه سفیره که اون هم طبیعتاً وزارت خارجه امریکا اجازه نمیده که اون رو بگیرن به همین دلیل وکلا احکامی رو که در دادگاه های امریکا میگیرند میبرند در کشورهای دیگه در اونجا به استناد رأی دادگاه امریکا و مدارکی که داشتن پرونده به جریان میندازند و شکایت میکنن پروسه قانونیش رو که طی میکنه اگر دادگاه های دیگه هم حکم بدن کشورهایی که ایران در اون اموال داره اون وقت به سراغ توقیف اونها میرن چندی پیش در لوکزامبورگ هم حکمی رو گرفتن که با توجه به پولی که ایران در بانک داشتش به صورت اوراق دست روش گذاشته شد همین یک و هفته میلیارد دلار بود ولی بعدا با شکایت ایران فعلا مصادره اون پول متوقف شده ولی پرونده در جریانه به ترتیب دیده میشه که رژیمی که دست به تروریزم میزنه و مسئولیت های یک حکومت رو نمیپذیره چگونه در واقع خسارت های بیکرانی وارد میکنه یک سو هزینه سازمان های تروریستی رو میده پول مردم رو از سفره مردم میدزده به خرج این کارهای تروریستی میکنه و یک سو هم بعدا با جنایاتی که اتفاق میفته و شکایت قربانیان و خانواده های اونها اون وقت خسارت های مضاعفی به گرده ملت ایران تحمیل میشه پاره وکلا معتقدند که اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه حکومت بعدی میتواند که اقامه به اصطلاح دادخواهی کنه و این احکام رو متوقف کنه تا از امبال حکومت ایران برداشت نشه که نهایتا امبال ملت ایران دختران افغانی در استادیوم فوتبال کابل برای تماشای مسابقه دو تیم افغانی رفته بودند کار جالبی کردند کاغذ هایی رو در دست داشتن نام سهر خدایاری دختر آبی رو روی اون نوشته بودن و با مرگ او ابراز همدردی کرده بودن حکومت این روزها به زمین و زمان میزنه و صدا و سیما بیشرمانه سعی میکنه که سهر خدایاری رو مثلا با استناد به یک روانپزشک در قوم که پیدا کردن بگه که دچار مشکل بوده روانپریش بوده تقصیر خودش بوده و به این ترتیب مسئولیت را از گردن دستگاه قضا و حکومت جمهوری اسلامی و سیاست نابخردانه و غلط و ظالمانه راه ندادن دختران به استدیوم ها رفت کنه بازی والیبال ایران و سریلانکا هم در چارچوب مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در شرایطی برگزار شد که روز گذشته برای فروش بلیت به محض اینکه سایت باز شد قسمت جایگاهی که بلیت هایی که مثلا باید آزاد بود آزادانه خانم ها بتونن خرید بکنن از صبح نشون داد که ظرفیت پره در حالی که مسابقه در شرایطی شروع شد که اون بخش استادیوم خالی بود. این کارها رو میکنن برای اینکه به فدراسیون جهانی والیبال تظاهر کنند که مانع ورود خانم ها نیستن و احتمالا بعدا بگن که کسی نخریده بلیت رو یا با افرادی که خودشون دستچین کنند بیارن چند نفری رو بگذارن و به این ترتیب کلاه بگذارن سر فدراسیون های جهانی معصومه عسکری معلم بازنشسته که از آذر 97 در زندان هست و به پنج سال زندان در دادگاه بدوی محکوم شده به اتهام تظاهرات در خیابان حکمش عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد و پنج سال زندان او تایید شد او سرپرست تنها سرپرست یک بچه چهارده ساله هم هست در سالگرد اعدام زانیار و لغمان مرادی و رامین حسین پناهی که هفته شهریور سال گذشته اعدام شدن آرش صادقی زندانی سیاسی شجاع نامه شجاعانه ای از زندان اوین نوشته مستدل و به قول خودش با نور تابوندن به تاریکخانه این پرونده شواهد متعددی رو مطرح کرده هم از شکنجه های وحشیانه زانیار و لغمان که اونها رو وادار به اعتراف کردند که پسر امام جمعه مریوان رو کشتن هم اینکه چگونه در واقع هیچ یک از حقوق زندانیان رعایت نشده و قاتل هم نهایتا هیواتاب عضو سابق سپاه و دار و دسته و باند او بودند و نهایتا هم این دو برادر رو اعدام کردند اما سیزده فعال مدنی و سیاسی هم نامه ای رو امضا کردند در اون به احکام سنگین اخیر اشاره کردند اعتراض کردند که چند شعبه تابع امنیتی ها و نظامی ها این احکام رو صادر می کنند پانزده پیشنهاد دادند که البته در چارچوب نظام جمهوری اسلامی هیچ کدام از اونها مطمئنا اجرا نخواهد شد در بین امضا کنندگان اسامی مثل آقای دکتر علی رجایی ابوالفضل قدیانی سعید مدنی و احمد منتظری به چشم میخورند با امید پیروزی ایران و ایرانی